سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که از تمایل اکثریت قاطع مردم ایران به مجازات حسن روحانی و اعدام او سخن گفته بود، شنبه 26 مهر گفت استیضاح رئیس جمهور از دستور مجلس خارج نشده و تا کنون 33 نماینده خواستار استیضاح او هستند. بعضیا میگن که استیضاح رئیس جمهور از دستور خارج شده. خیر، استیضاح به قوت خودش هست. پرونده استیضاح دست بنده است. 44 نفر امضا کردند که 11 نفرشون پس گرفته. الان 33 تا امضا ما داریم. از نماینده های دیگه خواهش میکنیم که بیان انشالله تکمیل کنن که این اوضاع نابسامان فعلی با استیضاح آقای رئیس جمهور انشالله سامان پیدا کنه. امروز تاریخ 26 مهر 99. بله، مهر 99. تیر ماه بود که شماری از نمایندگان مجلس 11 طرح سوال از رئیس جمهوری را به مجلس برده بودند و جواد نیکبین نماینده کاشمر همان زمان گفته بود می‌خواهیم روحانی را مانند بنی صدر عزل کنیم. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 22 تیر به طرح سوال از حسن روحانی در مجلس واکنش نشان داد و تأکید کرده بود که دولت‌ها باید تا روز آخر وظایف خود را انجام دهند و در پیگیری امور به هیچ وجه سست نشوند. او در سخنانی هشدارآمیز گفته بود فضای منازعه در رؤوس دستگاه‌ها برای افکار عمومی زیان بخش و ناراحت کننده است. همچنین اضافه کرده بود که در شرایط حساس سال آخر دولت و همچنین سال اول مجلس باید دو قوه فضا را به گونه‌ای مدیریت کنند که به کار مهم کشور لطمه نخورد. در این برنامه دیدگاه همراه با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از آلمان، دلایل طرح دوباره استیضاح حسن روحانی در مجلس 11 و بی‌توجهی شماری از نمایندگان به مخالفت پیشین علی خامنه‌ای با استیضاح او را بررسی می‌کنیم. مهدوی آزاد، عده‌ای به سوال کردن از روحانی تاکید دارن، گروهی عبارت استیضاح رو به کار میبرن. الان قراره کدوم یکی از اینها انجام بشه و تفاوت استیضاح و سوال کردن چیست؟ خیلی سوال جالبیه. در قانون اساسی ایران دو اصل وجود داره، اصل 88 و اصل 89. اصل 88 در مورد سوال از رئیس جمهوره. تو این اصل میگه اگر نمایندگان سوال داشتن، که اون سوالات در واقع 5 محور بیشتر نباید داشته باشه، در صورتی که 1/4 نمایندگان امضا کنن، رئیس جمهور بعد از حد اکثر در 1 ماه بعد به پاسخ بده. یعنی حداقل 73 تا امضا میخواد. این طرح تیر ماه امسال توسط یه تعدادی از نمایندگان جبهه پایداری ارائه شد. اول با 196 امضا، بعدم گفتن یه تعداد پس گرفتن و 134 امضا نهایتا ارائه شد. منتها مون در راهروهای مجلس با دستور آقای خامنه ای عملا بلوکه شد. اصل دیگری هست در قانون اساسی، اصل 89، در مورد استیضاح یا عدم کفایت رئیس جمهور. این همون کاری است که با ابوالحسن بنی صدر انجام دادن. تو این اصل میگه اگر 1/3 نمایندگان، یعنی حداقل 97 نفر باشه، اونجا حداقل 73 نفر بود، اگر حداقل 97 نفر نمایندگان بخوان رئیس جمهور رو برکنار کنن، باید در واقع نامه بنویسن، رئیس جمهور ظرف 1 ماه باید پاسخ بده و آخرش رأی گیری میکنن. اگر 2/3 نمایندگان به اون رأی منفی دادن، رئیس جمهور برکنار میشه، رهبر اعلام میکنن. این اون چیزیست که آقای زنوری و جبهه پایداری در 2-3 روز اخیر، مخصوصا بعد از حرفای آقای روحانی در مورد صلح امام حسن، مطرح کردن. ببینید، در برای استیضاح عدم کفایت رئیس جمهور حداقل باید 97 نفر امضا بکنند. الان آقای زنوری گفته 44 امضا ما جمع کردیم که 11 نفر پس گرفتن. بنابراین اون چیزی که الان در 2-3 روز اخیر در رسانه‌ها مطرح شده و این حملات بسیار تند رو می‌بینید، اصل 89 قانون اساسی است برای برکنار کردن یا عدم کفایت آقای رئیس جمهور، که هنوز به نامه‌ها به تعداد امضاهای کافی هم نرسیده و عملاً حتی به جریان هم نیامده. چیزی از عمر دولت روحانی نموند آقای مهدوی آزاد، چرا الان دنبال استیضاح او هستن؟ نظرم اینه شاید میخوان معادلات سیاسی رو عوض بکنن. ببینید، حکومت میدونه اتفاق سیاسی در سطح برکنار کردن رئیس جمهور تغییرات بسیار عظیمی بر عرصه سیاسی ایران خواهد گذاشت. همون برکناری آقای بنی صدر خرداد 1360، 31 خرداد 60، عملا مسیر جمهوری اسلامی رو عوض کرد. خود آقای خامنه‌ای بارها گفته که ترجیح میده دولت‌ها تا آخر کارشون رو تموم بکنن. این طیف از نمایندگان جدیدی که دنبال این هستن، عمدتا نمایندگان جبهه پایداری، از آقای نظری بگیرید، نماینده شهر خمین، تا مجتبی زنوری، تا جواد نیکبین، یعنی اعضای ارشد جبهه پایداری، دنبال تغییر داد
بودن فضای سیاسی کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستند. نگرانیشون هم این هستش که با تغییرات در ریاست جمهوری آمریکا بحث مذاکره به بحث روز تبدیل بشه. ظاهرا میخوان روحانی رو زمین بزنن که بحث مذاکره اصلا به گفتمان سیاسی در ایران تبدیل نشه. آقای مهدوی‌زاده، اشاره کردین شما هم که 11 نماینده امضاشون رو پس گرفتن. چرا امضا کردن و چرا پشیمون شدن و پس گرفتن؟ در مجلس شورای اسلامی اساسا در مجلس ایران روابط حرفه‌ای سیاسی وجود نداره. این مجلس بر اساس علایق شورای نگهبان احمد جنتی بیت رهبری عمدتا انتخاب میشه، مخصوصا این مجلس فعلی که عمدتا یا فرماندهان سپاه هستن یا جبهه پایداری. یه سری روابط شخصی وجود داره، چشمشون هم عمدتا نماینده‌ها به بزرگتر، هیچ کدومشون نه چهره‌های سیاسی جدی هستن نه خیلی منافع ملی براشون مهم هست. همیشه اینطوری هست تو این جور طرح‌ها، بر اساس رفاقت یه نماینده مثلا اینجا آقای مصطفی زندری یه سری رأی میگیره، بعدن اینا میفهمن که مثلا در بیت رهبری آقای خامنه ای مخالفه، میان امضاشون رو پس میگیرن. به همین سادگی. واقعا اینجور چیزها در مجلس ایران مخصوصا در این مجلس هیچ معنای سیاسی نداره. علی خامنه ای از منتقدان خواسته بود دست و پای دولت رو نبندن. با وجود این چه میشه که برخی نمایندگان از حرف رهبرشون عبور میکنن؟ این یکی از همون تناقضای بسیار ساختاری در جمهوری اسلامی است. ببینید همین الان علی خامنه ای میگه که هر چی ولی فقیه میگه باید اجرا بشه، طرفدارای او هم میگن هر چی ولی فقیه میگه باید اجرا بشه. خود همین آقای خامنه ای میگه که رئیس جمهور بود و میرحسین موسوی نخست وزیر با مرحوم آقای خمینی دعواش شد سر میرحسین موسوی و اصلا حرفش گوش نکرد، بارها هم آقای خمینی بهش عتاب کرد. واقعیت نستش که بر مبنای منافع سیاسی یا روابط سیاسی اینها تصمیم میگیرن. جناحی که الان طرح استیزا و قبلش طرح سوال رو دنبال میکرد همون جبهه پایداری است، نزدیک است به مصباح یزدی، یه جریان فکری تکفیری هستن، معروفن به طالبان بسیار تندن. اینها با یه سری از حتی محافظه‌کاری‌های علی خامنه ای هم مشکل دارن، منتها خب مؤتلف او محسوب میشن. نهایتا اینها البته اینا مطرح میکنن، اما لحظه صفر اگر علی خامنه ای مخالفت بکنه کنار میرن، به غیر از یکی دو تاشون ممکن هست یکی دو تاشون مخالفت کنن. همچنان که سر برجام دیدیم حمید رسایی در صحن علنی مجلس نامه گرفت بالاش، گفت نمیدونم در بیت فلانی اومده با آقای شمخانه مذاکره کرده و بعدم آقای خامنه ای ازش عصبانی شد و رد صلاحیتش کردن. آقای مهدوی آزاد، روحانی در انتخابات پایگاه مردمی داشت. این پایگاه مردمی آیا در صورت جدی شدن استیزا از او حمایت خواهد کرد؟ ببینید نتایج نظرسنجی هایی که هر از گاهی در ایران انجام شده و خبراش بیرون میره میاد، به اضافه نظرسنجی هایی که مثلا اسبا مرکز جهاد دانشگاهی یا نهادهای دولتی انجام دادن و اخبارش به صورت غیر رسمی در کانال های تلگرامی منتشر میشه، نشون میده که آقای روحانی الان در این شرایط منفورترین رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی است. با اینکه تصور نمیشد به اینجا برسه، ولی نتایج حداقل اینو میگه که میزان آرای منفی علیه آقای روحانی از میزان آرای منفی که علیه احمدی نژاد در ماهای آخر ریاست جمهوریش وجود داشت بیشتره و به مراتب بیشتر از آرای منفی علیه ابوالحسن بنی صدر هست. دست برکنار شد. آقای روحانی عمدن اون طبقه رأی رو از دست داده، اصلاح طلبان از اون فاصله گرفتن، رو متهم کردن به خیانت، راست هم که با اون مشکل دارن، بنابراین بعیده که کسی از اون حمایت کنه. اما یادمون نره که فضای سیاسی ایران بسیار ملتهبه، اکثریت مردم معترض به کلیت سیستم هستن، اکثریت مردم چون فشار داخلی خیلی زیاده دنبال یک منفذ یا روزنه میگردن که اعتراضشون نشون بدن، بنابراین بالقوه چنین چیزهای اگر برگزار بشه یک زمینه مناسب رو فراهم میکنه واسه اینکه بخشی از مردم به یه بهانه‌ای وارد فرآیند اعتراض بشن. و همین هم هست نکته کلیدی که به نظرم حکومت ازش خیلی خیلی میترسه. آقای مهدوی آزاد، به نظر شما روحانی تا پایان ریاست جمهوریش با چه چالش‌هایی مواجه خواهد بود؟ بسیار نکته کلیدی این خواهد بود که رئیس جمهور بعدی کیست، آقای بایدن یا ترامپ، و اگر آقای ترامپ هست رویکردش چیه، آیا به ایران فرصت میده که نرمش قهرمانانه کنه، آبرومندانه بیاد پای میز مذاکره، یا فشار رو بر ایران افزایش خواهد داد؟ به نظر من دیگه تردیدی وجود نداره که نمیتونه حکومت در 3-4 سال آینده این وضعیت رو بکشه. این بحران شدیدی که الان ببینیم، قیمت ارز، قیمت ماشین، این در واقع به هم ریختگی اقتصاد، شبه فروپاشی اقتصادی، واقعا شرایط رو قفل کرده برای حکومت، مجبور دست به مذاکره و دست به ابتکار عمل بزنه. مهم این است که انتخابات ریاست جمهوری چه خواهد شد و که خواهد بود در انتخابات آمریکا. اگر بایدن بیاد یا اگر آقای ترامپ آماده مذاکره باشه، اون موقع آقای روحانی یک چالش بسیار بزرگ خواهد داشت در ماه‌های آخر زندگیش، آخر ریاست جمهوریش، اصلاحی بکنم، و اون هم اینکه دوباره خامنه ای و هیئت حاکمه رو بتونه جمع بکنه پیرامون گفتمانی به نام مذاکره. چون سخت هم هست با شکستی که برجام خورد.
اگر اینطور نباشه، چالش هایی که آقای روحانی خواهد داشت چالش هایی است که همین الان هم داره، یعنی اوضاع بسیار شدید، در واقع تورم بسیار شدید و اوضاع بسیار وخیم اقتصادی، نیروهای راستگرا یا حکومتی که سعی میکنن نقش علی خامنه ای رو نادیده بگیرن و همه چیز رو بندازن گردن خود آقای روحانی، کاسه گذر سر او بشکنن، حامیانی که از آقای روحانی بریدن او رو به خیانت متهم میکنن و مردمی که به شدت دلزده و خسته و افسرده هست. و آقای روحانی چه میتونه بکنه برای فائق اومدن بر این چالش های عموما داخلی؟ در این شرایط دیگه ما با یک دولت، میدونید، از اسب افتاده، با یک دولت زمین خورده مواجه هستیم. کشور دچار بحران اقتصادی است، چیزی به نام رشد اقتصادی محال هست در ایران. تمام دستگاه‌های اقتصادی خودشون رو تمامشون جمع کردن که فقط قحطی نیاد و بتونن شرایط رو ادامه بدن. بخش نظامی کشور هم رفته سراغ نظامیگری، دامنش رو دولت گسترش میده، بنابراین فاصله‌اش با دولت‌ها و شورای امنیت ملی و اینا بیشتر شده. از یک طرف اسرائیل داره مواضع ایران در سوریه میزنه، از یک طرف آمریکا داره فشار بیشتر میکنه، اعراب بسیار عصبانی هستن از ایران و مردم هم که فاصله‌شون از حکومت به بیشترین حدش در چریکی دوست تاخیر رسید. من فکر کنم واقعا در این شرایط دولت آقای روحانی کاری نمیتونه بکنه. تنها کار آقای روحانی استفاده از سیاست محافظه‌کاری است و پیش بردن کشور در همین حالت کجدار و مریض واسه اینکه زمین نخوره. خودش گفته بود ما مانع فروپاشی کشور شدیم. بسیار سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از بن آلمان. ممنون که در این برنامه همراه ما بودید.